گفتم رخت ندیدم، گفتا ندیده باشی. گفتم ز غم خمیدم، گفتا خمیده باشی. گفتم ز گلستانت، گفتا که بوی بردی. گفتم گلی نچیدم، گفتا نچیده باشی. گفتم ز خود بریدم، آن باده تا چشیدم. گفتا چه زان چشیدی، از خود بریده باشی. گفتم لباس تقوا در عشق خود بریدم. گفتا به نیکنامی جامه دریده باشی. گفتم که در فراقت بس خون دل که خوردم. گفتا که سهل باشد جورم کشیده باشی. گفتم جفا تا کی، گفتا همیشه باشد. از ما وفا نیاید، شاید شنیده باشی. گفتم شراب لطفت آیا چه طعم دارد. گفتا گهی ز قهرم شاید مزیده باشی. گفتم که طعم آن لب، گفتا ز حسرت آن جان بر لبت چه آید، شاید چشیده باشی. گفتم به کام بسلت خواهم رسید روزی. گفتا که نیک بنگر، شاید رسیده باشی. خود را اگر نبینی از وصل گل بچینی. خود را اگر نبینی از وصل گل بچینی. کار تو فیض این است، خود را ندیده باشی. محمد ابن مرتضی معروف به ملا محسن فیض کاشانی، متخلص به فیض، حکیم و شاعر نامی، صوفی و عارف برجسته قرن 11 هجری قمری میهنه عزیز. با درود و وقت بخیر خدمت یکایک عزیزان و همسفران، امیدوارم تنی سلامت، دلی امیدوار، روحی آرام و لبی خندان داشته باشید. در این دور همی فاصله دار، بخش سوم دورنمای پرواز را از دل نوشته روی بام عشق به شراکت با شما عزیزان می‌گذارم. اما پیش از پرداختن به آن، به سروده زیبا از بهادر یگانه، شاعر نامی و برجسته معاصر میهن عزیزمان گوش فرا می‌دهیم و پس از خواندن سومین قسمت دورنمای پرواز به سروده زیبایی از محمد اقبال لاهوری یا علامه اقبال، شاعر، فیلسوف و متفکر پاکستانی قرن 13 شمسی که اشعار فراوانی به زبانهای فارسی و اردو سروده همراه با موسیقی ایرانی گوش فرا می‌دهد. چون زلف را تراز بناگوش می‌کنی، چون زلف را تراز بناگوش می‌کنی، مهتاب را ز رشک سیاه پوش می‌کنی. گیرم که نام من ز لبت محو گشت و مرد، گیرم که نام من ز لبت محو گشت و مرد. یاد مرا چگونه فراموش میکنی؟ آغوش من به روی اجل باز مانده است، ای مه تو با چه دست در آغوش میکنی؟ طوفان خون و دود و دل و موج اشک ها، طوفان خون و دود و دل و موج اشک ها، این است سرگذشتم اگر گوش می کنی.
ساقی، حدیث باده به غیر از فسانه نیست. ساقی، حدیث باده به غیر از فسانه نیست. افسون چشم توست که مدهوش میکنی. سرمایه وجود به تاراج میدهی، یغمای جان و دین و دل و هوش میکنی. در تنگنای خون به غزلهای آتشین، در تنگنای خون به غزلهای آتشین. ای دل، حدیث آن لب خاموش میکنی. روی بام عشق، دورنمای پرواز، قسمت سوم. غروب وقتی برمیگشتیم خونه و میدید که شام مامان بزرگ سر باره و هنوز آماده نیست، رو به اون خدا بیامرز میکرد و با تبسمی مهربانانه از قول پیر توس میگفت: بزرگی سراسر به گفتار نیست، 200 گفته چون نیم کردار نیست. یعنی از همون موقع داشت به ما آموزش میداد که نزدیکی و انطباق گفتار و عمل کرد موضوع بسیار مهمیه. ما که اون وقتا چیزی حالیمون نبود، حالا میفهمیم که نیت بابا بزرگ از گفتن اون حرفها اونم توی جمع چی بوده. در واقع داشت به همگی ما میگفت و یادمون میداد آموزشی که بخواد در مرحله گفتاری در جا بزنه و مرتباً تکرار بشه، اما نتونه انگیزه و امیدواری مناسب برای عملی ساختن نیت و قول و هدف ایجاد کنه، بی تردید آموزش ناقصیه. چرا که جلوتر از اون نقطه نمیشه رفت. یعنی فقط میگیم و تکرار میکنیم و اعتبارات گفتاریشو با حرص و ولع تموم میگیریم، اما وقتی به مرحله اجرایی آنها میرسیم تازه متوجه میشیم که توانایی اجرایی کردن آنها رو نداریم و چون راه دیگری برامون باقی نمونده، دست به پنهان کردن و حاشا کردن میزنیم، دروغ میگوییم و سرکوب میکنیم تا با ساختن بهانه های کذایی و توجیهات نادرست و بدون هزینه همیشگی بتوانیم مقام و جایگاه بهتر و برتر خود را حفظ کنیم. بی توجه به این که از عملکرد نزدیک و منطبق با گفتار هیچ گونه خبری نیست. میگفت از شیخ عجل پرسیدن عالم بی عمل به چه ماند؟ گفت به زنبور بی اصل. چون در این شیوه زندگی وضعیتی پیش میاد که حل مشکلات به دلیل عدم شناخت از مسئولیت، نبود توانایی در مسئولیت پذیری و نبود ضمانت اجرایی لازم هرگز با موفقیت انجام نمیشه. خوب یادم میاد وقتی با بزاز دورگرد محله صحبت میکرد و میفهمید به قولی که داده عمل نکرده و دروغ گفته، ولی دائما حرف از پایبندی به قول و قرار و تعهد میزنه و دیگران رو نصیحت میکنه، به اون میگفت رطب خورده منع رطب چون کند. و بدین ترتیب حتی بزاز محله رو آموزش میداد بدون اینکه بخواد خار و حقیرش کنی. اجازه بدیم برم سر اصل مطلب. میخوام بگم که مشکلات ایجاد شده در روابط ما آنقدر مشخص و روشن هستن که حتی بابا بزرگ بی سواد من، یعنی کسی که توانایی خواندن و نوشتن رو نداشت، به سادگی و به درستی درکشون کرده بود و برای تک تکشون هم راه حل پیشنهاد میکرد و تلاش خودشو برای اجرایی کردن یا عملی ساختن گفتارش به کار می گیره.
هر وقتم که ازش انتقاد میکردی و میگفتی انقدر بگو تا زبونت مو دراره، کو گوش شنوا، کجاست تاثیر اون همه حرفایی رو که زدی؟ میگفت شما هرچی میخوای میتونی بگی، اما من کار خودم رو دنبال میکنم، چون اینجوری حالم خوب میشه و شب راحت سرم رو بالش میذارم. میخوام بگم شناسایی مشکلات در زندگی و روابط اجتماعی و پیدا کردن راه حل برای از میان برداشتنشون نیاز به نابغه نداره. کافیه از یه عده که تجربه زندگی تو فرهنگ متفاوت رو دارن دعوت کنیم که برای مدتی روابطمون رو تحت نظر بگیرن و در پایان مدت از اونا بخوایم که مشاهدات خودشون رو برای ما بازگو کنن. اون وقت پی میبریم که ناظران لیست پرتعدادی از مشکلات موجود در روابطمون رو به سادگی تحویلمون میدن. اجازه بدیم با صراحت و روشنی بیشتری صحبت کنم که موضوع یا مشکل بسیار بزرگه پنهان کردن و دروغ گفتن به یکدیگر، قبول و پذیرش دروغ از همدیگر محوریت گفت و شنود تقریبا همه اعضای فامیل شده و تقریبا همگی آن را به شکل موضوعی کاملا مشروع پذیرفتیم و در روابطمون به کار میگیریم. یعنی دیگه نه از قباحت اخلاقیش اثری هست و نه از منع قانونی خبری، یعنی چنان وضعی پیش آمده که اطمینان فردی و اعتماد اجتماعی رو باید تنها در کتاب ها و یا فرهنگ جوامع دیگه دنبالش بگردیم و در خفا به دیگران قبطه بخوریم، درست همونطوری که روزگاری دیگران برای داشتن اونا به خود ما یعنی پای گذارانش قبطه میخوردند. پوتن در حالی که بود احساسی کلامش به اوج رسیده با پایین انداختن سر و پاک کردن چشمان مرطوبش سعی در پنهان نگاه داشتن درد و رنج موجود در روابط من میکند و ادامه میدهد. دیروز داشتم با یکی از همکلاسیام در مورد تاریخ ایران صحبت میکردی. تو حرفاش صحبت از سلسله هخامنشیان به میان اومد. به من گفت تو رو خدا اصلا باورت میشه ملتی که رهبران پیشاهنگش به واسطه این نوع تفکر برتر و عملکرد بهتر در زمره نوابغ کم نظیر دنیا قرار گرفتند و لقب کبیر را در انسانیت و آزادی و آزادگی و عدالت اجتماعی از عالم بشریت اونم در هزاران سال پیش دریافت کرده اند، اکنون به کجا دارن میرن؟ میگفت همون موقع یاد کوروش بزرگ افتادم که چگونه با ورود به بابل و آزادسازی یهودیان نه تنها به اسارت اونا پایان بخشید، بلکه تفکری نوین در بشردوستی و نوگرایی رو تقدیم مردم بزرگ سرزمینش کرد. آخه چرا یکی پیدا نمیشه که بپرسه مگه ما همون مردم آزادی خواه و بشردوست نیستیم؟ به یاد نیایش پرمحتوای داریوش کبیر افتادم که در این نیایش آرمانی برای مردم سرزمینش از اهورمزدا میخواد که سرزمین مقدس ایران رو از سپاه دشمن دروغ و خشکسالی دور نگه داره. چرا؟ چون به تأثیر نابود کننده و خانمان برانداز دروغ پی برده بود. اما امروز ما یعنی نواده های همان کوروش و داریوش بزرگ داریم به روشنی نشون میدیم که نه میخواهیم و نه میتوانیم که همدیگر رو برای دروغ گفتن و پذیرش دروغ مقید و مسئول نگه داریم. یعنی طوری شده که بسیاری از رفقای من و دوستان حاله بدون کمترین احساس خجالت و شرمساری و رو در بایستی عنوان میکنن که دروغ بخش جدا نشدنی از زندگی کنونی ما شده و چنانچه دروغ نگوییم و دست به خود فریبی و دیگر فریبی نزنیم قادر به ادامه زندگی در جامعه کنونی نیستیم.
چرا که دروغ بخش وسیعی از آموخته هامون رو تشکیل داده و از دروغ به شکلی روتین در ارتباطات روزمره استفاده میکنیم. یعنی بدون کمترین شرمساری از خود و دیگران چنین موردی رو به طور روزانه تکرار و تمرین میکنیم و در مواردی با تشویق دیگران هم روبرو میشیم. ولی هنگامی که نتایج به دست آمدش رو در فرهنگ کهن و پربارمون قیاس میکنیم، از خودمون میپرسیم پس چرا با این فرهنگ افتخار آفرین و پرباری که داریم وضعمون این شکلیه؟ چرا در گروه جوامع توسعه نیافته و یا در حال توسعه قرار گرفتی؟ چرا نام زشت جهان سومی را همواره یدک میکشی؟ و چرا جلوتر نمیتوانیم بردیم؟ هیچ کس هم پیدا نمیشه که با شجاعت و صراحت تمام بگه فرهنگ یه جامعه رو که از سیاره دیگه نمیاره. فرهنگ یه جامعه چیزی به جز آموخته های افراد همون جامعه نیست. اما حیرت بزرگ از اونجا شروع میشه که تقریبا همگیمون مثل همیشه بر طبل زشتی دروغ و نادرستی و فریب میکوبیم و لحظه ای نیست که در مذمت دروغ و دوری از اون به نصیحت و ارشاد یکدیگر نپردازیم تا بدین طریق وجود و حضور و استفاده مستمرشو در زندگی یومیه‌مون انکار کنیم و به این باور برسیم که مشکلی وجود نداره. و وقتی هم مشکلی وجود نداره دیگه چه چیزی رو باید حل کنیم؟ یعنی اگه همین الان از تک تک مهمونای این خونه در رابطه با دروغگویی و پذیرش دروغ سوال کنی، حتی یک نفر رو پیدا نمی کنی که به شما نگه دروغ ام الفساده و دروغ و دشمن ایشون و چرای خدا هست. یعنی همگان بدون استثنا در مذمت دروغ و صدمات ناشی از آن مثنوی هزار دفتر میگن، اما به واسطه نداشتن توانایی لازم دست به خودفریبی و دیگر فریبی میزنن تا در حفظ آموخته و اشاعه فرهنگی به نام آبروداری بکوشند و مجبور به تحمل فشار و رنج ناشی از زندگی دوگانه شدند. نمیدانم چرا، شاید آسیب رساندن به خود و عزیزانمان بی اهمیت گشته که با چنین تلاش گستردهی دست به انتقال چنین آموزشی میزنیم. شاید باورمون شده که دستیابی به شرافت و کرامت و حرمت والای انسانی با استفاده مستمر از دروغ، خودفریبی و دیگرفریبی مقدوره. و شاید افتخار آفرینان کبیر سرزمین مقدسمون را که فکر و گفتار و عمل نیک را میزانی برای انسان نامیدن ما قرار داده اند از یاد برده. دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش، دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت، عاشق احوال خودت باش. یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، دنبال کسی باش که دنبال تو باشد. این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش. پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت، منت نکش از غیر و پر و بال خودت باش.
صد سال اگر زنده بمانی گذرانی، صد سال اگر زنده بمانی گذرانی، پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش. بدرود تا درودی رساتر و عاشقانه تر. همین شمونه کوفتی همه عاشقش بودن به این روز بیفته. مجوز همه کنسرتاشو لغو کردن، کاستشو نذاشتن بده بیرون، واسه چندر قاید پول مجبور شد بره خونه هر در قمری بزنه برای اجاره خونه این اون که چی؟ یک پول نداشت که خواست بهش حال بده، یکی تریاد داد، یکی عرق داد، کشید خون. آه علی سنتوری I'm not afraid to die.